دومین و فرجامین روز نشست قلب آسیا یا روند استانبول توسط رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور تاجکستان آغاز شد. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجکستان تاکید می‌ورزد که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. ما کشورهای منطقه نباید راه بیفتیم که مردم دوست و برادر افغانستان با مشکلات به آن تحمیل شده تنها باشد. رئیس جمهور غنی برای نخستین بار در این نشست آمادگیش را برای انتقال قدرت به یک دولت زیر نام صلح نشان می‌دهد. دولت صلح باید دارای یک ماموریت معین باشد، منتهی به انتخاباتی که اعتبار و مشروعیت مرحله سوم این روند را تضمین کند. بزرگترین افتخار من این است که اختیارات را به جانشین منتخب خود واگذار کنم. بنابراین من به شدت از برگزاری انتخابات در اولین فرصت ممکن حمایت میکنم. اما رئیس جمهور غنی شرایط هم دارد و آن این که هر گونه توافق سیاسی با طالبان باید توسط لوی جرگه تایید و این دولت صلح زمینه انتخابات را با نظارت شفاف سازمان ملل فراهم بسازد. صلح برای ما یک آرزو نیست، بلکه یک ضرورت مهم است. ما با متحدین خود به دنبال یک راه حل و دستیابی به صلح هستیم. ما امیدواریم که خشونت و زورگویی را در افغانستان خاتمه دهیم. در این نشست فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان یک بار دیگر حکومت انتقالی صلح را برای دستیابی به یک توافق سیاسی میان افغانها مفید می‌داند. وزیر خارجه ایران اما بر مالکیت افغانها در روند صلح تاکید می‌ورزد. اگر حکومت انتقالی مطرح است، شاید این راه سازش است، راه صلح است. سازمان ملل متحد می‌تواند شفافترین و معتبرترین بستر را برای این مذاکرات به دور از منافع کوتاه مدت برخی کنشگران فراهم سازد. افزون بر این، وزیر خارجه پاکستان اما روند صلح افغانستان را پرچالش می‌داند. قلب آسیا روند مهم است که تمام کشورهای اشتراک کننده و حمایت کنندگان افغانستان را گرد هم آورده تا هدف مشترک همه که صلح و ثبات در افغانستان است را تسریع کند. برای ما افغانستان یک همسایه مهم با روابط خوب تاریخی است. هیچ کشور به اندازه پاکستان در روند صلح افغانستان نقش بازی نکرده است. با آنکه وجود یک اجماع منطقه‌ای و جهانی در پیوند با صلح افغانستان خیلی دشوار به نظر می‌رسد، اما اینجا در دوشنبه تاجکستان در پایان نشست قلب آسیا کشورهای شرکت کننده در یک اعلامیه مشترک همه با یک صدا گفتند که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید تمامی بازیگران منطقه‌ای و جهانی تلاش‌هایشان را بر آوردن یک توافق سیاسی میان افغان‌ها متمرکز بسازند. شاپور فرهمند، آریانا نیوز، دوشنبه تاجکستان.